تلفات سنگین گروه طالبان در مرکز بلسفال پاتوی ولایت دایکندی، قماندان امنیت دایکندی نیز به تمازان پاتو رفته است. با سلام و وقت بخیر بیننده و شنونده تلویزیون اینترنتی افغانستان مرکزی آسیان چال افغانستان هستند. امروز 3 جولای سال 2021 میلادی و برابر با 12 سرطان سال 1400 هجری شمسی است. توجه شما را جلب میکنم به تازه ترین خبر از درگیری های بین طالبان و نیروهای امنیتی در ولسوالی پاتوی ولایت دایکندی. از دیشب تا حالا حملات طالبان بالای منطقه خخور ولسوالی پاتوی ولایت دایکندی شدت گرفته است. دیشب طالبان با استفاده از تاریکی شب و با توجه به داشتن امکانات شبین چندین بار از 4 جهت بالای قخور حمله کردن، اما تمام حملات طالبان در هر 4 استقامت با شکست مواجه شد و تلفات سنگین نیز بر این گروه وارد شده است. برخی منابع مردمی گزارش دادند که در اثر کمین نیروهای امنیتی و خیزش‌های مردمی در مسیر طالبان بیش از 20 طالب کشته شدند، اما منابع رسمی هنوز این آمار را تایید نکردند. نقیب الله مالستانی، امیر امنیت قماندانی امنیت دایکندی، در گفتگو با رسانه‌های محلی گفته است که تلفات بر طالبان وارد شده است ولی آمار دقیق را هنوز آنان نمی‌دانند. در این درگیری 3 فرد خیزش مردمی و 1 سرباز پلیس نیز زخم برداشتند. رادیو صدای قریه نیز گزارش کردند که 1 باشنده محل در جریان درگیری با طالبان از سر کوه افتاده و جان داده است. امشب نیز طالبان آمادگی برای حمله بالای قخور را گرفته است، ولی روحیه مردم و نیروهای امنیتی برای مقابله با دشمن و عقب زدن حملات آنان بالاست. با وجودی که خیزش‌های مردمی و باشندگان محل از روحیه بالا در برابر دشمن سخن می‌زنند، اما می‌گویند که با کمبود امکانات و مهمات روبرو هستند و از این بابت نگرانی دارند. آنان می‌گویند که اگر نیروهای کمکی و مهمات به وقتش نرسد، ممکن است که ولسوال تا مرز سقوط پیش برود. اما نقیب الله مالستانی، امیر امنیت قماندانی امنیت دایکندی، گفته است که نیروها و امکانات کافی جهت مقابله با طالبان وجود دارد و بحث‌ها نیز اعزام می‌شود. در همین حال امروز اعضای شورای زنانه شهر نیلی با توزیع مواد خوراکی و نوشیدنی به نیروهای امنیتی حمایتشان را از این نیروها اعلام داشتند. آنان اعلام نمودند که زنان ولایت دایکندی در حمایت از نیروهای دفاعی در مقابل طالبان ایستادگی می‌کند. با این حال جنرال باقر مرتضوی، قماندان امنیه دایکندی که در بین نیروهای امنیتی در تمازان حضور داشته است و مردم و اعضای شوراهای زنانه شهر نیلی، اطمینان دادند که با تمام توان در برابر دشمن مبارزه کرده و نمیگذارند که دشمن به هدف شومشان برسند. بیش از 20 روز است که جنگ و درگیری های گاهی شدید و گاهی هم وقفه‌ای در ساحات مختلف ولسوالی پاتوی ولایت دایکندی جریان دارد. تا اکنون ساحات سرتگا، قسمت عمده بیری و لورشو در کنترل گروه طالبان افتاده است، اما حملات طالبان با وجودی که بارها بالای قخور و مرکز ولسوالی پاتو انجام شده است، با شکست مواجه شده و تلفات سنگین نیز بر این گروه وارد شده است.